در همایشی ضد صهیونیستی در روم، ادامه جنایت ها و سیاست های سرکوبگرانی رژیم اشغالگر قدس علیه فلسطینی ها محکوم شد. این نشست با حضور فعالان ضد صهیونیستی در ایتالیا و تعدادی از شخصیت های سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی برگزار شد. ریچارد فالک، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در سرزمین های اشغالی، یکی از شرکت کنندگان در این همایش بود. I think the situation is a very unfortunate and serious one. من فکر می‌کنم اوضاع بسیار تأسف‌بار و جدیه. ما شیوهی را که اسرائیل مردم فلسطین را سرکوب می‌کنه محکوم می‌کنیم. کشتن مردم و حمله به غزه قطعاً یک جنایت ضد بشریه و اینکه آمریکا از این سیاست حمایت می‌کنه تأسف‌بارتره. باید همه مردم جهان رژیم اسرائیل را ملزم کنند به قوانین بشردوستانه بین‌المللی احترام بگذاره. سازمان ایتالیایی پزشکان مدافع حقوق بشر یکی از برگزار کنندگان این همایش بودند. اشغال فلسطین و خشونت نظامیان اسرائیلی تأثیر بسیار منفی بر روی سلامت روح و روان فلسطینی ها گذاشته. در حال حاضر استرس و فشار روحی که فلسطینی ها به خاطر خشونت اسرائیلی ها متحمل میشن در مقایسه با آمریکا و یا اروپا 4 برابر بیشتره. دو شهروند فلسطینی ساکن شهر الخلیل واقع در بخش اشغالی کرانه باختری فلسطینی است با حضور در این همایش اعلام کردند که در حالی که درد و رنج و شهادت فلسطینی ها به دست صهیونیست ها به یک واقعیت روزانه تبدیل شده، اما آمریکا و اروپا همچنان از رژیم اشغالگر قدس حمایت می کنند. سخنرانان در این همایش همچنین فعالیت های شرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطینی ها را محکوم کردند. حمید معصوم نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.